سلام بینندگان گرامی و خوش آمدید به برنامه سوالی روز. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی بختیار خدایارزاده میگوید در انتخابات 11 اکتبر بیشتر از 85% آواز دهندگان اشتراک کردند. او اظهار داشته که از قانون شکنی های جدی شکایت نگرفتند. به این ترتیب طبق نتیجه های پیشکی امام‌علی رحمان با کسب 92% آوازها در انتخابات پرزیدنتی روز 11 اکتبر غلبه کرده است. با ادعای رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان که در روز 12 اکتبر در نشست خبری در دوشنبه صدا داد، با طرفداری از پرزیدنت کنونی 3,837,927 نفر آواز دادند. بنا به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی، در جمهوری 68 حوزه و 3,375 نقطه رای دهی در داخل و 39 نقطه در خارج کشور تشکیل شده، از شماره عمومی 4,943,289 انتخاب کننده 4,221,076 نفر یا خود 85.39% انتخاب کنندگان در آوازدهی اشتراک کردند. یکم بیشتر از 9% آرا را بین 4 نامزد دیگر که در انتخابات شرکت داشتند تقسیم کردند. با طرفداری نامزد از حزب اگراری تاجیکستان لطیف زاده رستم 127,746 نفر یا خود 3.3%، با طرفداری نامزد از حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان رحمت زاده رستم 90,587 نفر یا خود 2.15%، با طرفداری نامزد از حزب کمونیستی تاجیکستان عبدالله میرو 49,212 نفر یا خود 1.17%، با طرفداری نامزد از حزب سوسیالیستی تاجیکستان عبدالحلیم غفارزاده 62,853 نفر یا خود 1.49% آواز دادند. هیچ کدام از این نامزدها حتی برابر امضاهایی که به کمیسیون ارائه کرده بودند آواز نگرفتند. هر کدام آنها از 260,000 تا 300,000 امضای طرفداران خود را برای ثبت نام به کمیسیون مرکزی انتخابات سپرده بودند که طبق عدد همان امضاها، یعنی طرفدارانشان علاکی 5% رأی مردم را پیش از انتخابات داشتند. با این ترتیب این 4 نامزد بیشتر از 1,000,000 طرفدار داشتند که از 20% بیشتر انتخاب کننده ها را تشکیل می دهند و امضاهای خود را برای اشتراکشان در انتخابات داده بودند. در مجموع با طرفداری این 4 نامزد بیشتر از 330,000 نفر رای دادند که حتی نصف افراد امضا داده را تشکیل نمی کند. چیزی که حالا در شبکه‌های اجتماعی و بین فعالان سوال را برانگیخته همین نکته است که چگونه این نامزدها حتی به اندازه همین امضاهایشان رای به دست نآوردند. روزنامه‌نگار مهرانگیز تورسونزاده در صحیفه فیسبوکیش نوشته که از همه این صفصفه‌های مربوط به انتخابات بیشتر دقت مرا یک سوال جلب کرد که چگونه شخصانی که در دوام دو هفته توانستند از شماره عمومی انتخاب کنندگان 5% امضا جمع‌آوری کنند و به صفت نامزد به منصب پرزیدنتی ثبت نام شوند، اما در روز انتخابات تنها 1.17% آوازها را به دست آوردند. در یک لحظه همه جانبداران آنها کجا ناپدید شدند؟ چون این سوال را بسیاری ها دادند، اما مقامات همین مقدار آوازها را به رئیس جمهور نسبت دادند. به نظر کارشناسان داخلی انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان پیشگویی شونده بود، اما انتظار داشتند که آمار طرفداران امام‌علی رحمان کمتر اعلان می‌شود. عبدالملک قادیروف تحلیلگری تاجیک در صحبت به رادیوی آزادی میگوید که هرچند نتیجه های انتخابات پیشگویی شونده بودند، ولی فکر نمی‌کردم که با جانبداری امام‌علی رحمان اینقدر فایض بلند می‌نویسم. فکر میکردم که حادثه های بعد از انتخابات پرزیدنتی بلاروس برای آنها سبق میشود. اما تاجیکستان تاجیکستان میموند و ما نمیتوانیم از خطی کشیده شده بیرون برویم. روزنامه‌نگار عزیز نقیبزاد نیز در صحیفه فیسبوکیش راجع به نسبت دهی درصد بلند آرا به رئیس جمهور کنونی نوشته که جایی که مقدار دروغ 51% کفایت میکند، تاجیک 90% میگوید. از سخاوتت گردم تاجیک. واقعا در صورت 51% اشتراک رای دهندگان یا انتصاب همین مقدار درصد آرا به رحمان، او پیروز میشد. پس چی حاجت بود این ارقام پای در هوا و خیالی؟ تاجیکستان که نزدیک به 5,000,000 آواز دهنده دارد و عدد مهاجرانش در خارج از کشور بیشتر از 2,000,000 نفر تخمین زده می شود که همگی شهروندانی واجد شرایط رای دهی می باشند. اما کارشناسان به آن شک دارند که 2,000,000 نفر امکان داشته باشند در همگی 5 شهرهای روسیه که نقطه های رای دهی دارند در انتخابات اشتراک نمایند. سهراب جهان یک فعال در شبکه‌های اجتماعی رفت اشتراک شهروندان در انتخابات را در سفارت تاجیکستان در مسکو چنین تصویر کرده.
اول اینکه فضا کلا دیگر بود، قریب همه مسئولین با چهره های به اصطلاح تروش مردم رو پیشواز می گرفتند. با لحن سر تلفن هایتون رو خاموش کنید، عکس گرفتن ممکن نیست. ولنتیور ها هر کسی رو که می دیدن نوار می گیرد، رفته تاکیدش می کردن که از نوارگیری خودداری کند، حتی مانعی کاری خبرنگاران می شدن. برای مثال خبرنگار رادیوی آزادی نمی دونن با چه علت اجازه ورود نداشت. بلاگرها عموما مردم زیاد جمع آمده بودند، دعوتاز مسئولین سفارت، همه سرگرم میزبانداری. از همه نقاط ولایت های شهر مسکو افتوبوس دانشجویان و نماینده های جمعیتی می آمدند. حتی رادیوی آزادی مثل انتخابات قبلی به ذوق آمدگی های ویژه گزارش نمی دادند. واقعا یک فضای ایدونه داشت انتخابات پارلمانی. حالا از چی باشد که در انتخابات ریاست جمهوری چنین حال و هوای دیدن نمی شد. در حالی که دو سه روز پیش برای برویخت گیری در رئیس های چرتری از این تعداد که امروز مشاهده می شد زیاد به نظر می رسید. همهانان عزیز، علت در چیست؟ آیا وطن هم چنین حالت بود؟ تنها بدون دشنام های کلاسیکی زیر شهر موند. همزمان بعضی از کاربران از دو تیوی از مشاهده های خود به ما گفتند. شهر بختر، یعنی اخترش ما یک جا مهمونه، نه وای کمی سه انتخاباتی آمدن که وای کنیم. شما رفتیم به انتخابات نرفتیم، یک تا به یک تا خونه به خونه رفته ایسند. مردم در دعوتنامه آمدگی نیست های. مردم اگر که ما نه دعوتنامه نایمدین در ساعت 7:18 نمی نو 7:18 بگاه آمدین، مردم مجبور کسند که برین انتخابات رای بدهیم. نکه ما پیشتر خوندیم در رسانه ها که 80-90% گویا وای داگین گلاسوات کدگین. متاسفانه یکون کس گلاسوات کدگی نیست های. شخصا من خلاصه گپ که یک انتخاباتی به اودم صبح خد یک بار همون حوزه انتخاباتی رفتیم، همون پیش که گذاشتیم هیچ که نبود، ساعت تقریبا نبود. خلاصه گپ انتخابات 20% اهل اشتراک کردن است. ناظران انتخاباتی از اتحاد دولت‌های مستقل و کشورهای دوست با تاجیکستان مثل همیشه گفتند انتخابات آزاد و رقابت پذیر و پاسخگو به پرینسیپ‌های دموکراتیک بود و به قانون‌شکنی‌های جدی صورت گرفت. در مقابل اتحاد اروپا روز 12 اکتبر با نشر یک بیانیه رسمی درباره انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان گفت است حکومت تاجیکستان باید تلاش‌های چشمگیری به خرج بدهد تا انتخابات‌هایش مطابق با معیارهای بین‌المللی و دموکراتیک و خالصانه انجام پذیرند. گروهی خورده از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا این انتخابات را نظارت بردند و قرار است تا یکم ماه دیگر ارزیابی های خود از جریان انتخابات پرزیدنتی را بگویند. تا کنون ناظران این سازمان هیچ یک از انتخابات های تاجیکستان را شفاف و عادلانه و موافق با معیارهای بین المللی ارزیابی نکردند. مخالفان باشد این انتخابات را تحریم کردند. سهراب ظفر رهبر سازمان گروه 24 در صحبت به رادیوی آزادی گفته که آنها نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری را قبول ندارند، زیرا آن را غیر قانونی میشمارند. همزمان موقع آنها بعد سال 2016 از زمان اعلان امالی رحمان به حیث پیشوای ملت تغییر نیافته است. همچنین رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، یگانه حزب مخالف رسمی در کشور، نتیجه انتخابات پرزیدنتی روز 11 اکتبر را قبول ندارد. او در صحیفه فیسبوکیش نوشت که حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان روند تعیین، گذرانیدن و نتیجه های انتخابات پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان را که روز 11 اکتبر گذرانیده شد اعتراف نمی کند. همزمان پیمان ملی تاجیکستان ائتلاف مخالفان در خارج نیز در بیانیه انتخابات رئیس جمهوری را غیر قانونی خواندند. پیمان ملی تاجیکستان پیشتر در اظهارات مثل همین تاکید کرده بود که انتخابات ریاست جمهوری غیر قانونی می باشد و با عادی‌ترین معیارهای بین المللی مطابق نیست. نتیجه اعلان شده از طرف کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان نیز بار دیگر این ادعا را ثابت کرد. این بنام انتخابات نشان داد که حکومت کمترین تمایل برای بهبودی وضع سیاسی و اجتماعی کشور ندارد و مردم کشور حقوق دارند از تمام روش های مشروع برای تغییر حکومت استفاده نمایند. امسال برخلاف سالهای قبلی روند انتخابات در همه شبکه های تلویزیونی تاجیکستان، شروع از شبکه اول سفینه جهان نما سینما دوشنبه تا تلویزیون های ولایتی سغد و ختلان و بدخشان در انعکاس معرکه انتخابات از یک مرکز اداره شدند و ایفیری یگانه داشتند. توی انتخاباتی نمای ایدونه نامزد ارزنده آینده درخشان سر استعمال ترین کلمه های خبرنگارانی شبکه های تلویزیونی تاجیک در روز انتخابات بود.
برنامه های شبکه اول همزمان در شبکه های دیگر کشور پخش و نشر شدند. چون این اصول بازتاب انتخابات در تاجیکستان برای بوری اول است. در گذشته این طور نبود، هر شبکه تلویزیونی برنامه و گزارش های خود را نشر میکرد. اما این طرز و اصول نادر و به سابقه از چی دلالت میکند؟ نظر کارشناسی دائمی از دو تیوی سربان عظیمی. دلالت بر آن میکند. تمامی مجرا و ماجرای این انتخابات از روی سیناریا و برنامه از قبل تهیه شده صورت میگیرد. هیچ سوژه و پیزاج طبیعی نیست. تشکیل افیری واحد و متمرکز، تقلب، فساد، غیر شفاف، ساخته، دروغی و غیر قانونی بودن این انتخابات را با تمام جزئیاتش نمایان میکند. از یک سو فند و فریب، از دیگر سو ترس و وحشت در سرتاپای این برنامه ها هویداست. ترس و وحشت از آن که مبادا یگان حرف بیرون از دهان کسی به افیر نرود. برای همین این برنامه ها تحت کنترل و از یک مرکز به دستی موج داده شدند. یک بار توجه کنید به صحبت های نفرانی که از این مرکز آماده و به سمعی مردم رسانیده شد. من به نامزدی ارزنده خود که تاجیکستان را باز هم گلگل شکوفان میکند آواز دادم. من از بین نامزدها به نامزدی ارزنده خود که باز هم صلح و ثبات را مستحکم میکند آواز دادم. به نامزدی ارزنده خود هر 7 سال آواز خود را دادیم. و اکنون سوال اینجاست که چرا این بار تمام شبکه های تلویزیونی تاجیکستان از یک مرکز و از یک افیر برنامه نشر کردند؟ زیرا نامزدی ارزنده و آینده درخشان این بار غیر قانونی و از راه بوققی وارد انتخابات شده است. او تمام دوره های 5 سالی و 7 سالیش را طی کرد و حالا وارد مرحله به آخر و مادام العمریش شد که چونین معیار و ماده را در هیچ یکی از قانونهای کشورهای عالم الا 2-3 کشوری سلطنتی و شاهیگری نمیتوان پیدا کرد. اما این نامزدی ارزنده که نه شاه است و نه سلطان بلکه دعوی دولت دموکراتی دارد. در کدام دولت دموکراتی اجازه است که یک نفر مادام العمر بشود؟ این درست و دقیق خلاف و مقابل رکن اساسی دولت دموکراتی در یک دوره و مهلت معین و محدود ریاست کردن یک نفر است. اکنون که این آینده درخشان رکن و معیار اساسی نظام دموکراتی را نقض کرده است، تمام تلاشش را میکند که بدون گپ و کلاچه زیاد بقای خود را در کرسی قدرت حفظ و تمدید بکند. این نامزدی ارزنده در اصل نامزدی مردم نیست، بلکه یک دیکتاتوری است که حکم و ریاستش را بالای مردم جاری کرده است و برگزاری یک چنین انتخابات تنها مشروعیت بخشیدن به انتخابات غیر مردمی است. از اینجاست که این آینده درخشان وقت آمد و آواز داد جرأت نکرد که پیش خبرنگاران بیاید. از آن ترسید که باز مبادا یگان ژورنالیست سوال ندهد که شما بر اساسی کدام معیار و کدام قانون این بار هم پرزیدنت میشوید، یا میترسید که از حادثه های بلاروس و قرغیزستان میپرسند، یا میترسید که میپرسند تا آخر این 7 سال میروید و یا در نیمه راه کرسی را برای پسرتان خالی میکنید، یا میترسید که مبادا از آینده آزاده رحمانی دخترش سوال میکنند که این بار هم مدیر دستگاه اجرایی باقی میماند. به هر نوع که هست تگی دامنش تر است. اکنون از آینده درخشانی که طرفداران رئیس جمهور رحمان دعوایش را دارند، خبرهای از داخل وطن امان هاکیست که تاجیکستان از اول این ماه دیگر باره تاجیکستان شده است. با آن همه واهیمه و هنگامه ها که میگفت سویدموری افسانه شد، امسال هم مردم تاجیک زمستانی قهرتانی را در پیش دارند. شرایط شدیدی لیمیت سالهای 2006-2008 را که بر اثر آن تاجیکستان تلفات جانی هم داشت و آن زمان خود ما هم شاهد حال بودیم، دیگر باره بالای مردم میآید یا خیر حالا معلوم نیست. اما نگرانی ساکنان از حالا بیشتر شده، خصوصا در زمانی تخت و تازی کرونا از یک سو، بیکاری و بیمعاشی از یک سو و حسرتی رفتن به روسیه و آمدن از مهاجرت به وطن از سوی دیگر. و حالا باز به برقی و تاریکی و سردی. برزمی همه این ساکنان شهر دوشنبه تا یک ماه اخیر از بالا رفتن نرخ آرد، روغن، تخم شکر و دیگر مواد نیازی اول نگرانی میکنند. به گفته آنها یک ماه باز ارزش این محصولات اندک اندک بالا میرود. فروشنده ها نیز این حالت را تصدیق کردند. طبق معلومات های رسیده،
نرخ یک خلطه نوهای گوناگون آرد حالا از 235 تا 245 سومانی رسیده که از یک ماه قبل 10 سومانی فرق میکند. یک بشکه 5 لیتره روغنی آفتاب پرست نوع اولی اینه که قبلا 68 سومانی ارزش داشت حالا به 75 سومانی یا به همین مقدار روغنی پخته از 59-60 سومانی قبل به 65-70 سومانی برابر شده است. یک دونه تخم همین یک هفته قبل 80-90 درهم بود، حالا یک سومانی رسو است. یک کیلو شکر هم که یک هفته قبل 8 سومانی ارزش داشت، حالا 50 درهم گران شده است. در صورتی بیشتر از 50% اشتراک رای دهندگان یا انتصابی همین مقدار درصد آرو برحمان او پیروز می شد. پس چه حاجت بود این ارقامی پای در هوا و خیالی نظری کارشناسان؟ خب، چی گفتم ممکن؟ هرچی که هست از ماست که بر ماست. زیرا که هم دیگر مثل انتخابات همه می دونم که انتخابات مثل یک صحنه چه می ماند و هیچ وقت در تاجیکستان ما یک انتخابات نبود. همیشه انتخاب شونده بود. که همیشه می دونیم که یک نفر انتخاب می شود. دیگر یک آن جوی همه این با خبر است. اما امروز می بینیم بعضی ها می نویسند در فیسبوک ها که این انتخابات اخیر شد و ناحقی هست و یا دروغ است. خب دیگر این معلوم است. شما چی انتظار داشتید از نتیجه انتخابات که 90% آواز گرفته است؟ خب میخواد 95 مینویسد، میخواد 98 مینویسد، اولم که 98-95 ننویشتن. وقتی که عیب اونها نیست، عیب من و شماست، عیب همین گروه های سیاسی، عیب همون احزاب های سیاسی که بنام مخالف خودشان رو میگرفتن، علی همونی که میدان براحتی داده برآمدن، میدان نتوانستن کنترل کنن، نتوانستن کارشان درست انجام دهن، عیب اونهاست، عیب ملت نیست. ملت برای ملت چی هست؟ وقتی که هر دو سیاستمدارها هم سول کردید، فقط غارت کردید، خوردید، ملت دیدی هر دو تن فریب میگی، چی نج باید چی نج باشه. این ملت برایش آواز میتنه میده ولی که خب رفته هم بگیرد. اما این شمایید بیانیه میتید، پرلمان به اتخاب دارم و نام مخالید. این روز اکن بایکوت میکنید. شمایید وقتی که ترسیدید. سیاست مدارهای ترسو، روشنفکرانی ترسو ترینه تاجیکستانی ما دارد، ملتی ما دارد. کسانی که صاحب مکتب بودید، صاحب چیزها بودید، کو مکتب شما؟ کو؟ گجا شدید؟ اکنی امروز میشنن از دو دیستاده سنگ میپرتون. ای تو این درو این انتخاباتوی شما چی نیست؟ این چی معنی دارد این خودش؟ این یک معنی ضعیف بودن است، معنی ناتوان بودن است، معنی واقعا بیچاره بودن ما است. سیاست جای ترسوها نیست، اما ترسیدن. ترسوترین سیاستمدار این آقای کبیریست، ترسومدرین ترسومندترین سیاستمدار این آقای زائیروف. ناراحت نشو، اکنون این روز حرف میزنی. اگه این حرفای شما دیر شد جناب، همه دیر شد استودیا. این حرفا لکه گذشت انتخاب بود، خودی پارلمان برفتی شرکت کردی، پسرش دویم نفری جمهوری تاجیکستان شما مخالفین کردی، باز چی نالج داری؟ به همین خاطر هر چی که هست از خودم و به خودم هست. بی سوادی ما، ان همون ترسو بودن های ما، ما رو به همین روز آوردگی هست. این عیب ملت نیست، عیب همین سیاست مدارها، عیب کسانی که سینه میزنید، عیب همین شما برین ها هست که این روز برسیدیم ملت. به همین خاطر هیچ از این یکان چیز برای این واکنش من همین هست، یک چیزی عادی است. من در فیسبوک هم نوشتم، بعضی گفتن این چی معنیش، هم یک حزن بود که بله کندشو بزنن. برای چی؟ میتوانه وقتی که من و شما میدان نمیتوانیم به دست بگیریم، اونها به دست میگیرن. این از رقابت. به نظر من حکومت تاجیکستان و رحمان در مجموع به یک بنبست و یا به اصطلاح توپیک رسیدن که دیگر اون چهره دروغینه که از رحمان ساخته شده است، مثلا پیشوا، دیگر راه جز این ندارن که یعنی بیشتر از 90% رو برای روی او قائل باشن. در واقع این یک گویو هدیه دروغینه بود از طرف اطرافیان رحمان با خودی او، چون که ما در گذشته هم میدونیم و امروز هم یعنی شاهد بودیم و تمامی سازمان های بین المللی، البته به جز کشورهای به مثل کشورهای سابق شوروی که تمام گزارش هایشون در اینترنت و در یعنی ارخیب های سازمان های بین المللی موجود است، هیچ یک از اتفاقات تاجیکستان را شفاف و سالم ارزیابی نکردن و تا به امروز از سال تقریبا 92 انتخابات هایی که در تاجیکستان برگزار شده است، هم سال 94، 99، 2006، 2013 و یعنی حالا 2020، هیچ رقیب نبود که در برابر امام علی رحمان اون
یعنی همچون رقیب حسابیده شود و تقریبا همه این رقیب هایی که بودند در اکثر این سال ها از طرف خودی رحمانوف انتخاب میشنند. بنابراین من فکر میکنم که رحمانوف با این چهره دروغینش راه جز این نداشت که یعنی بیشتر از 90% برای خودش یعنی قابل شود، چون اگر کمتر از 90% میشد پس سوال به وجود می اومد که یعنی این چگونه پیشوا است که در تاجیکستان یعنی مخالف دارد، رقیب دارد، اپوزیسیا دارد. زیرا به نظر من اصلا دیکتاتورهای مثل رحمان از اپوزیسیا داشتن، از مخالف داشتن یعنی نفرت دارند و به همین خاطر دیگر راه جز این ندارند که هم خودشون رو با این 90% در نزد سازمان‌های بین‌المللی، کشورهای دیگر و جامعه دموکراتیک و یعنی کشورهای دموکراتیک شرمنده کنند و بیشتر از 90% یعنی برای قبول شوند. و از طرف دیگر چرا با نامزدهای دیگر کمتر از یعنی اون مقدار آوازهایی که گویا اونها جمع آوری کردن داده شد؟ به نظر من اگر به اونها یعنی به اون مقدار مثلا 250,000 یعنی درصد میدادن، در اینجا باید که مجبور میشنن که بر رحمانو کمتر از 90% بینن و در اینجا پیشوا بودن رحمان و بی‌رقیب بودن او زیر سوال میره. به همین خاطر دیگر راهی نداشتن. به هر حال این یکی از سریال های نوبتی کمدی یعنی فیلم کمدی انتخابات در تاجیکستان خیلی خنده آور و یعنی مسخره آمیز بود که یعنی ما سریه آخرینش رو دیدیم. اینجا برنامه ما به انجام رسید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.